درگیری های پراکنده در ولسوالی شندند هرات هنوز دنباله دارد و نیروهای امنیتی هم در حال پاکسازی مناطق ناآرام هستند. در تازه ترین خبرها از این ولسوالی 25 طالب در این درگیری های پراکنده کشته شدند. از سوی دیگر مسئولان محلی گفتند که به زودی طرح تقسیم شندند به ولسوالی های گوناگون عملی خواهد شد. مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفته است که کار روی این طرح به پایان رسیده است. آصف جاهد گزارش می‌دهد. هواپیماهای بمب‌افکن ارتش و توپخانه‌های این نیروها بیشترین تلفات را به طالبان در ولسوالی ناآرام شندند وارد کرده است. به گفته جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات، نیروهای امنیتی از زمین و هوا طالبان را در این ولسوالی هدف قرار می‌دهند و همچنان به پیشروی خود به سوی روستاهای ناآرام دنباله می‌دهند. او گفت در درگیری‌های پراکنده‌ای که در 48 ساعت گذشته رخ داده، بیش از 25 تن از طالبان کشته و شماری هم زخمی شدند. در جریان از درگیری ها به اساس گزارش هایی که در اختیار ما قرار گرفته 20 تن از طالبان کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب در اثر حملات هوایی و توپچی مقداری تجهیزات جنگی و وسایل ترانسپورتی طالبان از بین رفته. همین هفته بود که والی هرات و مقام‌های امنیتی به شندند سفر کردند و از نزدیک به بررسی جبهه جنگ پرداختند. هدف از این سفر را مقام‌ها سازماندهی جبهه جنگ خواندند و استوار کردن سنگرهایی که از طالبان بازپس گرفته شده است. ولی طرح تقسیم شدن ولسوالی شندند گویا کم کم می‌خواهد عملی شود. رئیس جمهوری در سفری که سال گذشته به هرات داشت وعده داده بود تا برای امن شدن این ولسوالی این طرح را هر چه زودتر عملی کند. اکنون آقای فرهاد میگوید که همه چیز برای عملی شدن این طرح آماده است و چشم به راه این هستند تا فرمان رئیس جمهوری صادر شود. این طرح قرار عملی بشه. با عملی شدن این برنامه سطح تشکیلات نیروهای امنیتی، اداری، خدماتی، اجتماعی افزایش پیدا میکنه که طبیعتاً بر بهبود وضعیت در ولسوالی شندند مؤثر. در یک دهه گذشته شندند همواره شاهد زد و خوردهای خونین بوده است، ولی آنچه در یک ماهی که پشت سر گذاشتیم سنگین‌ترین نبردها در آنجا اعلام شده است و به گفته بسیاری تاکنون نیروهای امنیتی چون این جدی با طالبان در این ولسوالی در نبرد نبودند. زیرکوه شندند در چند سال گذشته جای خوبی برای طالبان شده بود که از ولایت‌های هلمند و فراه فراری می‌شدند. با همه اینها به باور آگاهان سیاسی شرایط برای طالبان پیچیده شده و دوشاخه شدن آنها کار را برای جنگیدن و دگر کردن شندند به پناهگاهی آرام سخت‌تر کرده است.